اولین ویدیوی یوتیوب من خوش اومدین. من کل براتون ویدیو گرفته بودم، متاسفانه من به دلایلی نتونستم اونا رو آپلود کنم، پس در نتیجه این اولین ویدیوی منه. خیلی 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 خوش اومدین. اصلا نمیدونم کجا شروع کنم. خلاصه که خواهم خودم معرفی کنم. خب بریم سراغه این معرفی. خب اسمم ملیکاه، 24 سالمه، من کلان دوتا بچه این خواهر کوچیکتر از خودم دارم، اسمش سونیاه. مطمئنه الان میگه چرا این اکسم گذاشتی؟ 20 سالشه، آره 4 سال با هم اختلاف سنی داریم. بنگه کارتکا هم از سن 11 سالگی کارتر شروع کردم، تا الانم دارم ادامه میدم. به صورت حرفه‌ای 8 سال بود که عضو تیم ملی ایران بودم، ولی خب الان توی سوئیس زندگی میکنم، یه 2-3 ماهی میشه که اومدم و نامزد دارم. قراره توی این مدت با هم عقد کنیم به زودی زود. اضافه کنم که ما اینجا عقد بودیم چون من این ویدیو رو قبل از عقدمون گرفته بودم، ولی شما الان بعد عقد دارید میبینید. توی این مدت هم که چقدر دست به ما میزنم، میدونم خودم از دست خودم عصبانی میشم، ولی عادت دیگه، چاره ای نیست. مدت که دنبال کارهای عقدمون بودیم، دنبال کار مراسممون بودیم، من خیلی سعی کردم براتون ویدیو بگیرم، ولی همه اون ویدیوها برعکس بوده و نتونستم یعنی نمیشد که آپلودشون کنم. حتی براتون ادیت هم کردم ولی حیف شد واقعا، چون از خیلی از اتفاقا براتون فیلم گرفتم، چون واقعا اینجا با ایران خیلی فرق میکنه، گفتم شاید براتون جذاب باشه، جالب باشه. و اینکه همچنان دارم کارتر اینجا ادامه میدم، هر روز تمرین میکنیم و تمرینم حرفه‌ایه. الان نیم ساعت دیگه شاید کمتر با برم باشگاه، بعد دیگه از این به بعد قرار کلی براتون ویدیوهای خفن بگیرم از محیط اینجا. خواستم که این ویدیوها رو هم داشته باشم، پس این تصمیم گرفتم. البته تصمیم یک سال منه که من چنل یوتیوب بزنم و خب خیلی حرفا رو اینجا بیشتر و راحت‌تر میشه زد، چون تایمش بیشتر نسبت به اینستا. بالاخره این تصمیم گرفته بودم که دیگه الانو عملیش کردم و قرار کلی ویدیوهای خفن براتون بگیرم، چون واقعا اینجا هر روز یه اتفاقات جدیدی برام میفته که هم قشنگه، هم جدیده، هم خاصه، هم فکر میکنم برای شما هم جذاب و جالب باشه. خلاصه که دارم یه جورای اینا رو با فرهنگ خودمون آشنا میکنم و بعد دیگه چی راجع به خودم میتونم بگم؟ اینکه دانشجوی نه دیگه تموم شده کارشناسی میکروبیولوژی دارم. و اینکه الان شاید براتون سوال باشه که اصلا چه ربطی به ورزش داره؟ ربطی نداره، چون که من خیلی علاقه داشتم، رشته مدرسم تجربی بود و داشتم و دوست داشتم، هم کاراتر رو دوست داشتم، مجبور بودم که توی تایمی یکشون رو انتخاب کنم. من ورزش انتخاب کردم، تونستم از کارات دل بکنم. اون سالی که قرار بود کنکور بدم، مجبور بودم یکشون انتخاب کنم، چون اکثرا به من میگفتن که آره ورزش آینده خوبی نداره، درستو بخون، تو درس موفق تر میشی. تمام دوروبریان به من میگفتن که کارتر بذار کنار، ولی خب من نتونستم بیخیال کارات بشم و کلن از یه طرف هم دوست نداشتم که رشته تربیت بدنی انتخاب کنم. در نتیجه میکروبیولوژی خوندم و خیلی هم خوشحالم که این رشته رو انتخاب کردم، چون با علاقه رفتم سمتش و تک تک روزایی که توی دانشگاه بودم، چون من همزمان باش تو اردوی تیم ملی، میدونید که
که خیلی سخته درس و ورزش رو در کنار هم داشته باشی، اونم مثلا بخوای جفتش رو خیلی عالی باشی، یعنی یکیشو بر کم بذاری تا به اون توی اون یکی موفق بشی. که من تو کاراته همه چیمو گذاشتم، صبح بعد از ظهر تمرین میکردیم، مسابقات جهانی داشتیم اون سال که من کنکور دادم و خب آسیب دیدم. کلا توی مسیر حرفه‌ای خب کلی آسیب میبینی، کلی اذیت میشی، کلی سختی میکشی. بعضی وقتا پشیمون میشدم، گفتم کاش درسمو بیشتر میخوندم، به درسم بیشتر بها میدادم تا ورزش. دیگه آسیب داره، کلی اذیت میشی، کلی سختی میکشی، بعد تون مسابقه ها رو شرکت کنیم و خیلی چیزای دیگه. خلاصه به هر نحوی من این رشته رو تموم کردم، لیسانسم رو گرفتم، الان ترجمه کردم تمام مدارکم رو که بتونم اینجا اگه نیاز شد ازشون استفاده کنم. دیگه این راجب درس من، توی مدرسه خیلی درسم خوب بود، با اینکه نبودم بیشتر وقت توی مسابقه و این ور بودم، سعی کردم خودم رو برسونم به خیلی از استادا و معلم ها، خودم رو ثابت کردم. کسایی که واقعا باورم نداشتن، میگفتن نمیشه تو سر کلاس ها نیستی، ولی باور نکردنی بود که من تنهایی درس میخوندم و نمره خوبی هم میگرفتم. این از درس. سراغ ورزش بریم. دیگه کاراته کلن شد همه زندگی من. خلاصه که من ورزش رو چسبیدم به ورزش، شد که هر سال مسابقه و تمرین و همه این اتفاقا تا اون موقعی که تصمیم گرفتم بیام اینجا. خیلی دعوت شدم اینجا، ولی اون موقع توی اردوی تیم ملی بودم و سرچومه هلو موقع که توی اردو بودم خیلی دعوت شدم اینجا، ولی خب جواب نمیدادم، میگفتم که من تو اردوم، اونم درک میکردن، چیزی نمیگفتم، ولی دوباره دفعه بعدی ازم سوال میکردن. خواسته که سوال میکردن ازم که آره پس کی میتونی بیای. بالاخره یه روزی تصمیم گرفتم، اینو تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم که چی شد این تصمیم گرفتم، اومدم اینجا و که اینم باز ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم. چی داشتم میگفتم یادم رفت، کلا یادم رفت. آلزایمر دارم، واقعا آلزایمر دارم. خلاصه که من اومدم اینجا، در واقع پارسال اومدم اینجا، توی یه سال خیلی اتفاقا برای من افتاد و یه سمایی میشه که اینجا زندگی میکنم. نمیدونم تو چقدر سوئیس رو میشناسید، ولی خب من بیشتر شما رو با این کشور آشنا میکنم و اینکه خوشحالم که دارم کار رو تر ادامه میدم اینجا، چون خیلی فرق میکنه با ایران، و اینکه باید زبان آلمانی یاد بگیرم و چون اینا آلمانی صحبت میکنم ولی با لهجه سوئیسی، یعنی من باید هم آلمانی یاد بگیرم هم سوئیس آلمانی، یعنی سوئیس جرمن باید یاد بگیرم، دو زبان. انگلیسی بلدم صحبت کنم، یعنی کامل هیچ مشکلی با انگلیسی ندارم، ولی خب میدونید دیگه وقتی وارد جمعشون میشی چت باهاتون، خداشکر که همشون بلدن انگلیسی صحبت کنن، وقتی وارد جمعشون میشی بعد یه مدت شاید اولش به خاطر شما انگلیسی صحبت کنن، ولی خب ناخودآگاه همه بعد چند ده دقیقه 20 دقیقه دیگه به زبان خودشون صحبت میکنن و این خیلی برای من سخته. دیگه چه زبونهایی بلدم؟ ترکی بلدم، در حد تدریس یه 5 سالی تدریس کردم. چرا حالا زبان ترکی؟ به خاطر اینکه خیلی من از همون اولش مردم این کشور خیلی دوست داشتم، از اولش خیلی ترکیه دوست داشتم. بعد دیگه اینم داستان داره، اینم بعدا براتون تعریف میکنم چون باید برم باشگاه الان. دیگه در همین حد بدونید که 5 سالی تدریس کردم و خیلی دوست داشتم تدریس و
چون که یه مدت طولانی هم کاراته خسته شده بودم، تصمیم گرفتم که تدریس کنم، چون همزمانم تو کاراته کاری نمیتونی یه شغلی داشته باشی که بتونی سر ساعت بری سر ساعت برگردی، به خاطر اینکه بعد صبح بعد از ظهر تمرین کنی. خلاصه که این بیوگرافی کلی بود راجب من. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، پیج منم فالو کنید. دوستتون دارم.